برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع رسانه عراق از عملیات نظامی مشترک حشد شعبی و ارتش این کشور برای تعقیب سنی های تندروی داعش و تروریست ها در دو استان کرکوک و صلاح الدین خبر داد. در همین حال حشد شعبی طی بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که فرماندهی عملیات کرکوک و شرق دجله و محور شمال با مشارکت ارتش عراق و نیروهای امنیتی اقدام به حمله به مواضع داعش در این مناطق کرد. مقام‌های تایلندی به دنبال ترویج گردشگری اسلامی در این کشور هستند. به همین دلیل در آستانه ماه مبارک رمضان نشستی را برای بررسی استراتژی‌های جذب گردشگری مسلمان تشکیل دادند. وزارت گردشگری تایلند اعلام کرد به زودی طرح‌ها و برنامه‌های جدید برای جذب گردشگران مسلمان و تقویت گردشگری اسلامی در این کشور اجرایی خواهد شد. آتوک فراسنمان، مدیر بخش توسعه جاذبه گردشگری این وزارتخانه گفت صنعت گردشگری جهانی به این نتیجه رسیده که گردشگری اسلامی بازاری به سرعت در حال رشد است. منابع رسانه عراقی از برگزاری جشن ازدواج تعدادی از جوانان عراقی به همت آستان قدس علوی خبر دادند. این رسانه ها همچنین افزودند که این مراسم جشن ازدواج در حرم مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام در شهر نجف اشرف برگزار شد. در این مراسم که با هدف تسهیل ازدواج جوانان انجام شد، برخی از والدین، اقوام، نزدیکان و دوستان زوجهای جوان حضور داشته و برخی مسئولان آستان مقدس علوی نیز در محل حاضر شدند. شیخ احمد اللامی، مدیر مرکز روابط عمومی دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مقدس کاظمین در کنفرانس سالانه انجمنهای قرآنی شهر بغداد شرکت کرد. وی در این اقدام در جمع حاضران به ایراد سخنرانی پرداخت و در رابطه با اهمیت و ضرورت نشر فرهنگ قرآن در جامعه مطالبی را بیان کرد. در این کنفرانس مسئول برگزاری این مراسم آیت الله العظمی شیرازی دامز الله را پدری دلسوز برای پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام دانست و از تلاش‌های معظم الله در جهت ارتقای سطح فرهنگ جامعه قدردانی کرد.